دو ماه پس از استقرار دولت جلاد، شاهد افزایش جنایات توسط باندهای مافیای رئیسی در زندان‌ها هستیم. خاموش کردن صدای شاهین ناصری یکی از شاهکارهای جلاد است. یکی از مامورایی که بعدا فهمیدم اسمش سطفان عباسیه، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. امیر حسین حاتمی، کارگر 22 ساله ایلامی، قربانی دیگر باند جلادان بود که در زندان فشافویه با ضرب باتون به خاک افتاد. پسرم بیگناه بود، قوه قضاییه باید جوابگو باشه. پسرم بیگناه بود، 23 سالش بود، 23 سالش بود. چرا زدین تو سرش؟ چرا زدین تو شکمش؟ چرا بیگناه کشتینش؟ روزنامه همدلی در وحشت از گسترش صدای عصیان نوشت: حالا ویدیوی دیگری از مادر او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که او تاکید می‌کند فرزندش بیگناه بوده و از مردم درخواست می‌کند به مرگ فرزندش معترض شوند. تو رو به امام حسین امروز ضربه اینشه. اعتراض کنید به خون پسرم، به خون جوونم. جوونای شما رو بذار به این روز نندازن. پشتم شکسته، کمرم شکسته. در حالی که خامنه‌ای تلاش می‌کند با باندهای آدمکش نظامش را سرپا نگه دارد، نماینده عفو بین‌الملل در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: نیروهای امنیتی مردم را سرکوب می‌کنند. ما این را در رئیسی که باید به خاطر جنایت علیه بشریت در کشتار 67 مورد تحقیق قرار گیرد می‌بینیم. که مأموریت اصلی رئیسی تبهکار و باند فاشیستی جلوگیری از سقوط و یا دقیق‌تر بگیم عقب انداختن سقوطه. تنها راه نجات و خلاصی این میهن اسیر در شورش و قیام سراسری خواهد بود و آن روز خجسته رو من به مردم به جان آمده این میهنم تبریک و مبارک میگم.